آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. شادی آقای امیر، خیلی خوشحالیم که باز هم برنامه آدینه با شما رو داریم. همیشه آدینه با شما آدینه بسیار نیکی خواهد بود، در اختیارتونم. همچنین اینجا هوا خیلی سرده آقای امیر، از لباسی که شما پوشیدین حدس میزنم خیلی سرد نیست اون برا، هوا چطوره؟ بله، ما در انتظاریم که این یکی بره اون یکی بیاد. امروز هوای خورده ابریه، ولی انتظار میره که هوا به تدریج بهبود پیدا بکنه و فردا که شنبه هست من و خانواده میخوایم بریم جنوب اسرائیل، جنوبی خورده گرمتره، اونجا یه ریزه بارون که میاد سبز میشه. معمولا جنوب اسرائیل که مکان نسبتا بایر و خشکی هست، زیاد بارون نمیاد، ولی همون بارون کمی که میاد اسرائیلی ها سعی میکنن که بیشترین استفاده رو ازش بکنن و میبینید که مساحت های نسبتا طولانی پر از گل هست، به ویژه شقایق در اسرائیل تربیت میکنن که الان برخی از نقاط جنوب شقایق داره و میان روزهای شنبه که روز تعطیلی در اسرائیل میان و اونجا گردش میکنن. بیشترین گردش ولی در شمال اسرائیل که اونجا سبز خیلی پردرخت. اصولا اسرائیلی ها خیلی به طبیعت علاقه دارن، روی طبیعت خیلی سرمایه گذاری میکنن. خانم نگار، اگه بهتون بگم که پیش از کرونا و امیدواریم بعد از کرونا در سال از هر سه یا دو اسرائیلی یک نفر سفر خارج از کشور میره، باور کنید، یعنی اسرائیلی ها اصلا مثل این که روی چرخ نشستن، مرتب به کشور خارجی سفر میکنن، گردش های دست جمعی رو در شرکت میکنن و خیلی دوست دارن که از زندگی خودشون لذت ببرن. بفرمید. بله، امیدواریم که زودتر پندمیک تموم بشه و ما هم به سفر و سیاحت و گردش و دیدن طبیعت بیشتر بریم. دعوت دارید که بیاید اسرائیل رو هم ببینید از نزدیک. حتما، با کمال اشتیاق. خیلی ممنون. بیایم زیبایی های اسرائیل رو به بیننده هامون نشون بدیم و تعریف کنیم. بله. بریم سراغ اخبار هفته آقای امیر. این روزا خیلی مسئله بین روسیه و حمله به اوکراین مطرحه. در واقع حمله نظامی روسیه به اوکراین و تلفات و ویرانی هایی که به بار خواهد اومد مهمترین موضوع روزه. ولی در این باره در روزهای اخیر سخنان بسیاری گفته شده. شما هم در فرصت‌های مختلف به اون اشاره کردین. بنابراین بپردازیم به موضوعی که بیشتر به ایران و اسرائیل مربوط میشه، ولی در مورد همین جنگ ویرانگر یه کوچولو صحبت بکنیم، ببینیم که اسرائیل چه موضعی داره. از یک طرف میبینیم که اسرائیل هم با روسیه هم با اوکراین روابط بسیار دوستانه‌ای داره، از جانب دیگه دنیای غرب نظرش اینه که پوتین میخواد که اتحاد جماهیر شوروی رو احیا بکنه. موضع اسرائیل چیه آقای امیر؟ بله، ما در مورد جنگ اوکراین اسرائیلی ها با دو مشکل روبرو هستن. مشکل دوم رو در فرصت بعدی براتون توضیح خواهم داد که اون مشکل مذاکرات اتمی در وین هست. مشکل اول این است که اسرائیل هم با روسیه و هم با اوکراین روابط بسیار بسیار دوستانه ای داره و روسیه پوتین خیلی به اسرائیل محبت کرده، خیلی سعی میکنه که از اون مقام و موقعیتی که اسرائیل داره، از نفوذی که در افکار عمومی دنیا داره استفاده بکنه و موقعیت خودش رو تحکیم بکنه. همین وابستگی پوتین به اهمیت استراتژیک اسرائیل باعث شده که پوتین به اسرائیل اجازه بده که در سوریه هر بار که
سپاه قدس میخواد قدرت بگیره، اسرائیل اجازه داشته باشه که بره و اونها رو بکوبه. البته خود روسیه هم نمیخواد که حکومت ایران در سوریه پا بگیره. اینه که هم به سود روسیه است که اسرائیل بزنه و هم به سود اسرائیل که از استقرار سپاه قدس در سوریه جلوگیری بکنه. و در این وضع اسرائیل با جمهوری اوکراین هم روابط بسیار بسیار دوستانه‌ای داره و اوکراین دارای یک جمعیت یهودی نسبتاً بزرگی هست. خود رئیس جمهوری اوکراین یک نفر یهودیه، ولادیمیر زلنسکی، و اسرائیل میخواهد که با اوکراین هم مناسبات دوستانش ادامه پیدا کنه. حالا اسرائیل از طرف کشورهای غربی زیر فشار قرار گرفته که بیاید شما هم علناً صریحاً و با شدت و قدرت تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم بکنید. و همین انتظار رو هم دولت جمهوری اوکراین از اسرائیل داره. این است که اسرائیل ناچار شد زیر فشار دو طرف سه طرف بیاید و روز گذشته دو روز پیش یه بیانیه بده که هر گونه تجاوز و تعرض مورد قبول اسرائیل نیست و به نحوی این رو چیز کردن، نگارش کردن که نه سیخ به سوزه نه کباب و طرفین راضی باشن. ولی وزیر اطلاعات و تبلیغات اوکراین در مصاحبه که روز گذشته داشت گفت نه، ما این رو، این نکوهش زبانی رو از جانب اسرائیل کافی نمیدونیم. اسرائیل باید به ما کمک نظامی بکنه، کمک مالی بکنه، کمک غذا و دارو و اینها بکنه و به ویژه کمک‌های اطلاعاتی بکنه، چون دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل هم نظامی و هم غیر نظامیش بسیار قوی هست و اطلاعاتی که دولت اسرائیل یا ارتش اسرائیل میتونه در اختیار اوکراین بذاره که محل استقرار نیروهای روسیه، شیوه حملشون و غیره، میتونه براش خیلی مهم و حیاتی باشه. ولی خب اسرائیل نمیتونه این تقاضاهای اوکراین رو بپذیره. فقط ببینیم که دنیا واقعا چه واکنشی نشون میده. به یاد ما هست که اسرائیل به خاطر اینکه مثلا ارتفاعات گولان رو، بلندی های گولان رو از سوریه گرفته، سوریه‌ای که به اسرائیل حمله کرده بود و میخواست اسرائیل رو نابود بکنه، در جنگ شکست خورد و بلندی های گولان در تسلط اسرائیل قرار گرفت، جایی که برای امنیت اسرائیل بسیار بسیار مهمه. و همین حکومت ایران هم بارها گفته است که بله، ما وقتی بر گولان مسلط بشیم بر سراسر اسرائیل تسلط خواهیم داشت، بهتر که اسرائیلی ها از راه دریا فرار بکنن، از همین امروز برین شنا یاد بگیرین. این کم و بیش درباره جنگ اوکراین و در واقع جنگ روسیه و اوکراین. بفرمایید آقای امیر. موضوع مهم دیگه تو هفته‌ای که پشت سر داریم میذاریم مذاکرات وین بر سر برجام هست. بالاخره میشه یا نمیشه اینا مذاکرات به نظر شما با شکست به پایان میرسه یا توافق نهایی به دست میاد؟ بله، ببینید در دنیای سیاست و دیپلماسی هیچ چیز نشد نداره. اگه طرفین بخواهند میشه، اگه نخواهند نمیشه. اگه سطح توقعات یه طرف بیشتر از طرف دیگه باشه به نتیجه نمیرسن. بله، هفته آینده معلوم خواهد شد که هیچ یا همه. مسئله در این است که حکومت ایران حاضر نیست، شاید هم نمیتونه از برنامه های صرف نظر بکنه. میلیاردها دلار هزینه کردن که بمب اتم داشته باشن، حالا دوباره بیان و کوتاه بیان گذشت بکنن. این یکی. دومی که از طرف دیگه میبینیم که وضع مالی حکومت ایران انقدر خرابه که اگر این تحریم ها یه مدت دیگری ادامه پیدا بکنه ملت ایران قیام خواهد کرد و این حکومت رو
برخواهد انداخت، یعنی رژیم موجودیت خودش رو در خطر میبینه. از طرف دیگه ما میبینیم که نه ایالات متحده نه دولت‌های اروپایی مایل به جنگ نیستن، و اگر بگن که بله بی نتیجه بود، راه دیپلماسی جواب نداد، تنها راهی که باقی میمونه جنگه. ببینید همین الان در نزاع خونین روسیه علیه اوکراین هم دولت‌های غربی میگن ما سرباز نمیفرستیم، ما وارد جنگ با روسیه نمیشیم. این است که حکومت ایران داره از این وضع خیلی امتیاز میگیره و خودش رو سرسخت میکنه. ببینیم به نتیجه میرسه یا نه، ولی در هر حال اسرائیل بسیار نگرانه. هر گونه توافقی هم که انجام بشه یک توافق میانه خواهد بود، خطر اتمی شدن حکومت ایران رو کمتر نخواهد کرد و این موجب نگرانی اسرائیل. باز در رابطه با جنگ اوکراین یه موضوع دیگر رو هم اشاره کنیم، تأثیراتی است که بر مذاکرات وین داره، که وقتی که حکومت روسیه میآید و یک بحرانی رو ایجاد میکنه، آقای بایدن وظیفه خودش میدونه که هر چه زودتر جریان برجام رو نهایی بکنه که بتونه به مسئله روسیه بپردازه، و این هم باز مورد نگرانی هست. در مجموع میشه گفت که اسرائیل بسیار نگرانه، و ببینیم که آیا میشه یا نمیشه، آیا دیپلماسی جواب میده و اونها به توافق میرسن، و یا کاسه کوزه ها رو به هم میزنن و میگن بازی بدون بازی. در هر حال باز تکرار میکنم، اسرائیل بسیار نگرانه که هر گونه توافقی که انجام بشه یا نشه، این مسائل اتمی حکومت ایران و خطراتش رو برطرف نمیکنه. ببینید یه نمونش، حکومت ایران در 3 مورد متهم شده که قصد تولید بمب هسته‌ای داشته و مواد رادیواکتیو تولید کرده. هر 3 مورد رو هم اسرائیل بود که با مدارکی از ایران با خودش آورد، در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتم قرار داد و اونها حکومت ایران رو زیر سوال بردن، و حکومت ایران الان 3 ساله که به این جریان جواب نداده و حاضرم نیست جواب بده. یکی از شرایط حکومت ایران این است که این پرونده بسته بشه، آژانس دیگه نیاد دوباره از حکومت ایران تحقیق بکنه. آیا آژانس زیر بار این خواهد رفت؟ آیا حکومت این نشون نمیده که حکومت ایران واقعا میخواد بمب هسته‌ای ایجاد بکنه، تولید بکنه؟ حالا به هر حال شورای حکام آژانس تا چند هفته دیگه این جلسه فصلی خودش رو برگزار میکنه، ببینیم آیا اون موقع اعضای شورای حکام این شهامت رو خواهند داشت که حکومت ایران رو محکوم بکنن، ولی حکومت ایران به قطعنامه صادر بکنن یا نه. فعلا همه چیز در حاله ابهام قرار داره، و ببینیم روزهای آینده یا هفته‌های آینده به کجا خواهد رسید. بفرمایید. بله، خبرها رو دنبال کنیم ببینیم به کجا خواهد رسید. بریم سراغ شماری از مسائل مربوط به ایران. خامنه ای در آخرین نطق خودش به طور کامل از تبهکاری های مالی در سپاه پاسداران دفاع کرد و این ادعا رو مطرح کرد که دشمن میلیاردها دلار پول صرف میکنه که موجب بدنامی نهادهای حکومتی بشه. یک بار شورای نگهبان رو متهم میکنه و حالا سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. البته به گفته خامنه ای. بله. از این واکنش علی خامنه ای چه برآوردی دارید آقای امیر؟ خیلی ساده است. ببینید خودش جزو گروه دزدان و تبهکارانه، چطوری بیاد و دزدی‌های سپاه پاسداران رو مطرح بکنه و خواستار پیگیری قضیه بشه؟ نمیشه. خود بیت رهبری فاسدترین ارگان حکومت اسلامی ایرانه، بیشترین دزدی‌ها رو در اونجا میکنه. بنابراین میاد و رسانه‌های خارجی رو
یا کشورهای به اصطلاح خودش دشمن رو متهم میکنه که اولا کشورهای اروپایی و ایالات متحده کوچکترین واکنشی در مورد این افشاگری ها نشون ندادن. فقط رسانه های برون مرزی بودن که اخبار مربوط به اون رو منتشر کردن. بنابراین وقتی میگه دشمن و منظورش کشورهای غربی هست، نه، اونها واکنشی نشان ندادن. اگر منظورش رسانه های فارسی زبان برون مرزی است، اونها میلیاردها دلار هزینه نکردن. مگه یک تلویزیون برای پخش خبر، یه خبری در مورد افشاگری ها چقدر میتونه هزینه بکنه؟ خیلی کم، جزو اخبارشه، وظیفشه که بده. ولی آنچه که مهمه این است که اینها به جان هم افتادن. این اونو متهم کنه، اون اینو متهم کنه، فرمانده پیشین سپاه پاسداران میآید و افشاگری میکنه، دیگران هم در مورد مثلا خانواده شمخانی و دیگران افشاگری میکنن و این نشون میده که وضع حکومت تا چه حد بده. و دوباره یاد اون گفته فرهنگ غرب میافتیم که وقتی کشتی به گل نشسته و داره غرق میشه، حتی موشها هم از لانه خودشون در میان و پا به فرار میذارن. این احساسی است که الان میتونیم در مورد حکومت ایران اون رو تداعی بکنیم. بله آقای امیر، خبردار شدیم که دریا سالار علی شمخانی، فرمانده اسبق نیروی دریایی و دبیر کنونی شورای امنیت ملی، نه تنها خودش، همسر و فرزندان و نزدیکان یک گروه از ثروتمندترین افراد انقلابی هستند. اگه باور میکنید یا نمیکنید، خانواده شمخانی صاحب چند صد کشتی باری و نفتکشن. آیا این نشون نمیده که سردمداران کنونی حکومت در ایران افرادی بسیار باهوش و زرنگن که اینطور در صحنه تجارت بین المللی موفق شدن و میشن یک شبه این همه ثروت کلان؟ آقای امیر؟ بله خانم نگار، تمام اون امکانات و اون قدرت و اون پارتی بازی رو در اختیار شما هم بگذارن، شما هم یک شبه ثروتمند میشید. کاری نداره وقتی اینها فردی مثل شمخانی که یکی از پرقدرت‌ترین مقامات حکومت رو داره و این قدرت رو داره و سابقه دریایی و نظامی هم داره. بله، شما راجع به چند صد کشتی، من نمیدونم چند صد کشتی و نفتکش هست یا نیست، ولی اطلاع داریم که 50 فروند کشتی شرکت آدمیرال، شرکت کشتی ایرانی آدمیرال، به اسم دو فرزند علی شمخانی ثبت شده. از کجا آوردن؟ دو تا بچه‌ای که شاید نمیدونم 16 سال 17 سالشون باشه، چطوری میتونن یک شبه صاحب 50 تا کشتی بشن؟ و خانوادهش، یعنی همسرش، نزدیکانش، خویشاوندانش، اونها هم در این زمینه ها ثروت های کلانی رو به دست آوردن. این یک نمونه دیگه از همون فسادی هست که در بهش اشاره کردیم که خود بیت رهبری سردسته دزدانه و به سپاه و دیگران هم میده به دو هدف. یکی این که خب ما میدزدیم، شما هم میدزدید، میخواید بدزدید، ما کاری با شما نداریم، بذاریم ما بدزدیم، شما هم اگه خواستین بدزدید. یعنی یک نوع رشوه سکوت هست که اینها به بیت رهبری نپردازن و اعتراض نکنن. این یکی. دوم این که این در واقع رشوه است که خامنه‌ای میده به سپاه پاسداران و به دیگر مواضع قدرت که من رو نگه دارید، نگذارید که من بیفتم، از من حمایت بکنید، طرفدار من باشید، که اگر نباشید، من اگه سقوط کنم، علی خامنه‌ای، شما هم سقوط خواهید کرد، مثل علی شمخانی که شما به یک موردش اشاره کردید. فساد سراسر این حکومت رو در بر گرفته و این حکومت دیگه نه حکومت دینیه، نه حکومت انسانیه، بلکه حکومت فساده و هر کی سعی میکنه که
هر چه زودتر و تا اونجایی که میتونه پولهای ملت رو به جیب بزنه، ولی باید توجه داشته باشن که روزی که حکومت بیفته تمام این ثروت ها رو از دست خواهند داد. اینها همش باد هوا میشه و میره، فنا میشه بدونن و دست از این فساد مالی بردارن، فسادی که همراه با سرکوب مردم هست، همراه با جنایاتی هست که رژیم هر روز علیه مردم انجام میده. بفهمید آقای امیر، بریم سراغ یک دیکتاتور دیگه. در همین روز 10 سال از دیکتاتوری فرمانروای کره شمالی میگذره. اون در واقع جانشین پدرش شد که اونم یک دیکتاتور و سرکوبگر بود. حالا دولت کره شمالی به مناسبت 10 سال با افتخار اعلام کرده که موفق به ساخت موشکی شده که میتونه واشنگتن رو هم هدف قرار بده. سردمداران کره شمالی با سرفرازی گفتن که اونا تنها کشور جهان هستن که تونستن موشکی بسازن که خاک ایالات متحده رو هدف قرار بده. آیا مردم کره شمالی باید به رهبر معظم انقلاب خودشون افتخار کنند که به چنین دستاوردهایی رسیده؟ بله، تمام اون چه که گفتید حکومت اسلامی ایران رو به یاد ما میاره. ببینید حکومت کنونی ایران هم در عین فقر و نبود بودجه و گرسنگی مردم و اعتراض ها و اعتصاب ها، ببینید که همچنان به برنامه های موشکیش ادامه میده، به برنامه های اتمیش، به گروه های ترور در خارج از ایران کمک مالی و تسلیحاتی میرسونه. و ولی یه فرقی بین ملت ایران و ملت کره شمالی وجود داره و اون این است که مردم کره شمالی از روز اولی که شبه جزیره کره دو قسمت شد و شمالی و جنوبی به روی کار آمد، از روز اول در کره شمالی دیکتاتوری بود، دیکتاتوری کمونیستی بود، سرکوب کردن و اونجا هیچ نوع آزادی بیان وجود نداره و مردم کره شمالی مردمی بسیار مطیع حکومت هستند. ممکنه چاره هم نداشته باشن. ولی در ایران بس مثل کره شمالی نیست. مردم ایران آگاهن، مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، گرچه حکومت مرتبا سعی میکنه که این آزادی ها رو محدود و محدودتر بکنه و نمیتونه، موفق نخواهند شد. حتی با این طرح صیانت فضای مجازی نمیتونن این کار رو بکنن. مردم ایران آگاهن، مردم ایران شجاع هستن، مردم ایران به ماهیت رژیم پی بردن و اعتصاب ها و اعتراض ها روز به روز بیشتر میشه. حالا حکومت ایران هم موشک بالیستیک هوا میکنه، میگه ما میخواییم امور فضایی بکنیم، ولی در واقع میخواهد که موشکی داشته باشه که بردش به اروپا برسه، در مرحله بعدی میخوان به شرق آمریکا برسن، ولی این برای مردم ایران نان و آب نخواهد شد. فقر مردم ایران روز به روز بیشتر میشه، حساب بکنید، خودشون میگن بشش دیده میشه و مردم ایران این رو تحمل نخواهند کرد و کی به پا خیزند و این حکومت رو براندازند، این مسئله زمانه، یعنی حتمیه ولی زمانش هنوز مشخص نیست. بفرمایید آقای امیر. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران یک بار دیگه اعلام کرده که رژیم آماده مبادله زندانیان دو کشوره. برخی روزنامه های تهران هم نوشتن که این نوعی کوتاه آمدن ایران در برابر خواسته های ایالات متحده است. نظر شما چی آقای امیر؟ بله، من کاملا برعکس. ببینید اینکه حسین امیر عبداللهیان الان دوباره در آستانه به پایان رسیدن مذاکرات برجامی این موضوع رو مطرح میکنه چیز تازه نیست. محمد جواد ظریف هم در دوران خودش، حتی یه بار که رفته بود آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، گفته بود که ما
آماده ایم، همین امروز آماده ایم که زندانیان رو مبادله بکنیم. ولی چی هست اینجا؟ چه چیزی هست؟ این دلیل کوتاه آمدن حکومت ایران نیست، بلکه به عکس میخوان که تو دعوا نرخ تعیین بکنن، بگن اون افرادی رو که در ایالات متحده به جرم زیر پا گذاشتن تحریم علیه رژیم ایران به اقداماتی دست زدن و میخواستن که چیزهایی رو از ایالات متحده به طور غیرقانونی و قاچاق برای حکومت ایران بفرستن، چیزهایی که ممنوع بوده، اینها شناسایی شدن، محاکمه شدن در دادگاه عادلانه، محاکمه شدن، محکوم شدن و الان در زندان هستن. حکومت ایران میگه اینا رو به ما پس بدید، ما زندانیان دو تابعیت آمریکایی رو هم به شما در مقابل پس میدیم. کیان این زندانیان دو تابعیتی؟ افراد بیگناه و بیدفاعی که چون تابعیت آمریکایی دارن و ایرانی هم هستن، به وقتی آمدن ایران یا کشانده شدن به ایران، اینها رو بازداشت کردن، گفتن شما جاسوسی کردین و اینها رو محاکمه کردن، محکوم کردن و به زندان انداختن. یعنی اینها در واقع دزدیده شدن، این افراد گروگان هستند. خانم نازنین زاغری رو حساب بکنید که رژیم ایران 400 میلیون پوند از دولت بریتانیا طلبکاره. میگه اگه پول ما رو، این طلبکاری رو بدین، ما خانم زاغری رو آزاد میکنیم. یعنی یک بانوی رو که صاحب فرزند هست و شوهر داره میاد ایران، به زندان میاندازن و 5 سال 6 ساله که رنج بهش میدن که دولت بریتانیا رو زیر فشار بگذارن که بیا و این پول ما رو پس بده. اونا هم حاضرن این پول رو پس بدن، منتها میگن باید مذاکره بکنیم، یه مقداری هم حکومت ایران به بریتانیا بدهکاری داره و باید این رو به ترتیبش رو بدیم که حکومت ایران زیر بار نمیره. خلاصه بکنم، نه، این کوتاه آمدن حکومت ایران نیست، بلکه این حکومت ایرانه که با آدم دزدی میخواهد که اون زندانیان خودش رو، در واقع مزدوران و جاسوسان و قاچاقچیان خودش رو از زندان ایالات متحده آزاد بکنه. تا اینجا آقای امیر، بریم سراغ یک سری مسائل آماری و شهرت‌های خاص و صادرات. مشخصه بزرگ رژیم ایران این هست که تروریست صادر میکنه. بله. کشور فیلیپین خدمتکار صادر میکنه که شهرت جهانی داره. اسرائیل تکنولوژی صادر میکنه که در جهان زبان زد خاص و عامه. کارهای تکنولوژی و تحقیقاتی اون در معتبرترین مراکز و مجلات منتشر میشه و دائم در حال گردش هست. ولی اسرائیل یک رشته صادرات جالب دیگه هم داره و اون ماموران امنیتی و گارد امنیتی و محافظای شخصیه. میشه لطفاً در این مورد بیشتر بگین برامون؟ بله، این یه که اتفاقا یه جنبه منفی داره. ببینید، چون در اسرائیل همه چیز باید محافظت بشه، همیشه یه گروه های تعلیم ویژه میبینن که این محافظت ها رو انجام بدن، به ویژه بادیگارد باشن. ولی با توجه اینها بعد از یه مدتی مرخص میشن و اینها میاین و این تجربی رو که دارن در اختیار کشورهای دیگه قرار میدن. این است که میبینید یه عده از محافظان شخصی ستاره های سینما و چیزهای دیگه، اینها اسرائیلی هستن. بله، من دلم میخواست که اسرائیل چنین صادراتی نداشته باشه. گفتین تکنولوژی، اسرائیل تکنولوژیشو صادر میکنه در ابعاد گسترده و میتونه بهش ادامه بده. خیلی ازتون متشکریم. ما نمیخوایم که اسرائیل بادیگارد صادر بکنه به کشورهای دیگه. بفرمایید آقای امیر، صحبت از صادرات اسرائیل شد. میخوام به یه موضوع دیگه اشاره کنم که از شما نظرتون رو بدونیم که در مورد صادراته، ولی با موارد قبلی فرق داره. اون هم صادرات جوجه
یک روزه هست که البته سن من قد نمیده، ولی پدرم تعریف میکرد که جوجه های یک روزه اسرائیل با هواپیما به ایران آورده میشد و مشتریان بسیاری داشت. در واقع اسرائیل بود که صنعت مرغداری ایران رو پایه‌گذاری کرد. این جوجه های جدید اسرائیلی از چه قماشی هستند که ممکنه در صنعت مرغداری یک انقلاب ایجاد کنند؟ بله، این پرسش خیلی مهمی، متشکرم مطرح کردید. ببینید، جریان این است که وقتی جوجه ها از تخم مرغ بیرون میان، نر داره و ماده داره. نرش میشه خروس، مادهش میشه مرغی که تخم میذاره. اون چه نرها صرف نمی کنه پرورش دادنشون، چیکار میکنن؟ میان میلیاردها جوجه نر رو میکشن، میرسن تو خاکروبه. واقعا دیدنش حال انسان رو به هم میزنه که چطوری این جوجه های یک روزه رو نرهاشو نابود میکنن. حالا برای جلوگیری از این، اسرائیلی ها آمدن و یک شیوه رو ابداع کردن که وقتی که تخم مرغ، تخم هنوز، جوجه هنوز پرورش پیدا نکرده، تشخیص میدن که از کدوم تخم مرغ نر بیرون میاد، از کدوم ماده بیرون میاد، و تخم مرغ‌های نر رو جدا میکنن و میفرستن به بازار. به عنوان تخم مرغ به مصرف خانگی میرسه. اون تخم مرغ‌هایی که تشخیص داده شده که اینها ماده خواهند بود، اونها رو پرورش میدن و جوجه ها به وجود میان. به این ترتیب اولا از هزینه های مرغداری ها کاسته میشه، چون تشخیص نر از ماده و همچنین نابود کردن نرها خودش کلی هزینه داره. این رو صرف جویی میکنه. از طرف دیگه از اون کشتار شنی جلوگیری میشه و به هزینه تولید و پرورش مرغ هم پایین میاد، روی قیمتش هم در بازار تأثیر گذار هست. این یک تکنولوژی هستش که در اسرائیل ابداع شده و در واقع میخواهند که بیاین و دیگه هرچی که مرغ تولید میکنن، مرغ تخم گذار باشه و نه مرغ نر. خوشحالیم که یک چنین تکنولوژی رو هم اسرائیل میتونه در اختیار دنیا قرار بده. و خیلی خوب یادآوری کردید، حافظتون خوبه، که بله، تا قبل از بروی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، یعنی حدود 50-60 سال پیش، صادرات مرغ یک روزه اسرائیل به ایران بسیار گسترده بود. البته بعدها ایران پیشرفت کرد و مرغداری ها مجهز شدن، دیگه احتیاج به آوردن جوجه از اسرائیل نبود. به ویژان که حکومت اسلامی به روی کار آمد 43 سال پیش و این رابطه هم قطع شد. امیدوار باشیم که هرچی تلاش بین المللی هست در این زمینه ها باشه، برای رفاه مردم باشه و نه برای جنگ، خونریزی، ترور، کشتار و غیره. بفرمید. آقای امیر، حکومت اسلامی ایران کیسه جدیدی برای بلعیدن درآمد کشور دوخته و اون واگذاری فروش نفت در جهان توسط سپاه پاسداران و افراد خصوصیه. آیا بعد از اینکه اکثر دارایی‌های غیر نفتی ایران دزدیده شده، نوبت بلعیدن صادرات نفته؟ بله، البته. ببینید، اینها پول کافی ندارن در اختیار سپاه بذارن. سپاه قدس و کل سپاه پاسداران این بیشترین بودجه رو میبله، ندارن که همه رو در اختیارشون بذارن. یه دورانی آمدن گفتن که شما به صادرات و واردات قاچاق بکنید، درآمدش مال خودتون. آمدن براشون در ساحل شمالی خلیج فارس بنادر قاچاق درست کردن، همون برادران قاچاقچی که احمدی نژاد بهش اشاره کرد، که قاچاق کنید، بیارید، ببرید، هرچی که سوداش مال سپاه پاسداران. بعد الان
به مرحله رسیدن که دیگه این هم کفاف هزینه ها رو نمیده، میگن خیلی خوب ما بتون 1,000,000 بشکه در روز نفت میدیم، این نفت رو به صورت قاچاق جاهای دیگه بفروشید، پولش مال خودتون. یعنی در واقع تأیید میکنن که بزرگترین قاچاقچی، بزرگترین تبهکاری که مالیات هم نمیده سپاه قدس با فروش همین فراورده های نفتی. چی کار کردن این پول ها رو؟ در پرسش قبلی شما مطرح شد، اینها رو میآیند و برادران قاچاقچی یعنی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بین خودشون تقسیم میکنن، یا میآیند و یه مقداری از این پول ها رو میفرستن برای حزب الله لبنان یا حماس و غیره. همین است، این شیوه حکومتی که سر تا پا دروغ، سر تا پا قاچاق، سر تا پا محروم کردن مردم ایران از رفاه، و به کره شمالی اشاره کرده بودید، سر تا پا داره دو اسبه به سوی کره شمالی شدن پیش میره متاسفانه. بفرمایید آقای امیر. از کیسه دوختن برای درآمدها و ثروت‌های ایران صحبت کردیم، بریم سراغ خبر عجیب غریب که خبردار شدیم که نهادهای ظاهراً علمی و پزشکی برکت وابسته به سپاه پاسداران که دوباره اشتهاشون برای بلعیدن ثروت ایران گل کرده و اعلام کردن میتونن در کوتاه‌ترین مدت واکسن ضد اومیکرون تولید کنن که 100% این بیماری که با ویروس اومیکرون ایجاد میشه رو درمان بکنن و به مرگ و میر پایان بدن. آقای امیر، چرا ما به این دستاوردهای عظیم نهادهای وابسته به سپاه پاسداران افتخار نکنیم؟ بله، واقعا جای افتخارم داره. اینا خیلی ناشیان در دروغ گفتن. ببینید، هیچ داروی در دنیا نیست، هیچ واکسنی در دنیا نیست که 100% مؤثر بیفته. مثلا فایزر رو گفتن 95%، بعد گفتن 96%، هیچ 100%ی وجود نداره. بنابراین همین که گفتن 100% اومیکرون رو علاج میکنه نشون میده که بی سوادن، شیادن، دروغگو هستن، یا مردم رو بی سواد و زود باور میدونن و میاین و یک چنین ادعایی رو ثابت میکنه. بله، با افتخار خواهیم کرد. اول برن اون یکی را که بیش از 1,000,000,000 دلار از بودجه ایران رو گرفتن که واکسن برکت رو درست بکنه، اول برن اون رو درست بکنن، بعد بیان این یکی رو درست بکنه. این باز یک نمونه دیگر از همون فساد و هم ساختار غلط رژیم ایرانه که سپاه پاسداران میاد هم موشک میسازه، هم جنگ میکنه، هم تروریست صادر میکنه، هم اسرائیل رو به نابودی تهدید میکنه، هم میخواد نفت بفروشه و هم در رشته های دیگر پردرآمد ایران هم خودش رو صاحب اختیار میدونه. در واقع ملت ایران و دولت ایران و سرزمین ایران رو این سپاه پاسداران میخواهد ببله. یک نوع اشتهایی است که حد و حدودی نداره و سیره آور نیست از نظر اونها. این رو برید لطفا به خامنه ای گوشزد بکنید. بفرمایید آقای امیر. سوای مسئله اومیکرون که الان بحثش رو کردیم، شیبه مدیریت رژیم در مقابله با کرونا رو چطور ارزیابی میکنین؟ ببینید، این یک فاجعه بزرگ. هرچی که دربارش بگیم کافی نیست. اول یادتون هست که خامنه‌ای گفت این واکسن و اون واکسن رو نیارین چون مال آمریکا و انگلیس، اونها ژن مخصوصی رو توش گذاشتن که ما ملت ایران رو نابود بکنن. بعد هم به شیوه های مختلف چرا این کار رو کردن؟ چون سپاه پاسداران گفته بود که ما واکسن برکت درست میکنیم، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه صبر بکنیم، از آمدن واکسن های دیگر جلوگیری بکنیم، بذارید ما این رو میسازیم. که 3 ماه نساختن، 6 ماه نساختن، 1 سال نساختن، یه مقدار کمی تولید کردن، بعد گفتن ببخشید ما بلد نیستیم واکسن بسازیم. این در مجموع ببینید، الان همین اومیکرونی که واکسن اومیکرونی که
سپاه ادعا میکنه که انجام میده، این یه نمونه دیگرشه. بنابراین برای حکومت ایران، برای وزیر بهداری حکومت ایران که بارها به مردم دروغ گفته، همیشه آمار مصنوعی داده، به علی خامنه‌ای که همیشه از کشدار مردم ایران دفاع کرده و دلسوزی نکرده هرگز، از فردی که گفت این دوتا واکسن رو وارد نکنید که باعث مرگ و میر ده ها هزار نفر دیگر از مردم ایران شد. این یک فاجعه است، یک فاجعه است. فکر میکنم از نظر رسیدگی به این ویروس کرونا حکومت ایران در ردیف کشورهای آفریقایی قرار داره که به علت فقر، به علت عقب ماندگی مردمش دسته دسته میمیرن و نجات بخشی وجود نداره. بفرمایید. آقای امیر، خیلی خوشحالیم که آدینه رو با شما آغاز کردیم، ولی خواهش میکنم با ما بمونید و یک ترانه ایرانی رو بشنوید، یکی از خاطر انگیزترین ترانه های نسبتاً قدیمی ایرانیه، ولی ویژگی اجراش این هست که همخوانان این ترانه دختران و پسرانی هستند که لباس سربازی به تن دارن، سربازان ارتش اسرائیل هستند. هیچ یک از اونا ایرانی نیستند، بلکه جوانان دختر و پسری هستند که در واحد امنیتی ارتش اسرائیل در رابطه با ایران خدمت میکنند و زبان مادری هیچ یک از اونها فارسی نبوده، بلکه این زبان شیرین رو در دوره‌های آموزشی فشرده آموختند. البته یکی از مدارس شهر بربشبه در جنوب اسرائیل نیز فارسی رو به عنوان زبان خارجی دوم دانش آموزان تدریس میکنه. ولی این جوانان دختر و پسر که دوران نظام وظیفه رو میگذرونن عاشق فرهنگ و موسیقی ایران شدند و در این دورانی که رژیم ایران مرتبا اسرائیل رو به نابودی تهدید میکنه و جنگ پنهان بین رژیم و اسرائیل در هوا و دریا و خشکی ادامه داره، شنیدن این آهنگ دلنشین با اجرای دختران و پسران اسرائیلی یک بار دیگه نشون میده که قدرت عشق و محبت و دوستی چقدر قویه. با هم ببینیم کدوم آهنگ خانم نگار، کدوم ترانه رو؟ سلطان قلب ها. به به، بسیار عالی، تشکر میکنم قبل از اینکه سلطان قلب ها رو پخش بکنین، از اینکه با شما بودم. آدینه رو براتون یک آدینه خوش آرزو میکنم. روزهایی بیاد که بهتر باشه، زمستون داره میره، بهار در راه و امیدواریم که بهار ملت ایران باشه. آمادم که با شما و دیگران سلطان قلب ها رو از زبان دختران و پسران سرباز اسرائیلی بشنویم. مرسی. ما هم سپاسگزاریم. ببینیم و بشنویم. Steve.